شرکتی که با 3 کارگر در سال 89 کارش را آغاز کرد، حالا 250 کارگر به طور مستقیم و 2000 کارگر به شکل غیر مستقیم داره. محصولامون خیلی خوب بودن که سفارشامون روز به روز بیشتر میشه. این شرکت تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتیه. همه فرمولایی رو که ایجاد میکنن با دانش بومیه و به صورت دانش بنیان ایجاد شده. دستانی که تلاش میکنن. تا اونجا که توانمون هستش داریم وجدان کاریمونو میذاریم داخل کار، ولی مردم باید حمایت کنن. تلاشی که نام ایران به خارج از مرزها بره. با عراق مذاکراتی رو داشتیم، با شرکتی رو هم در ازبکستان به سر رسوندیم اخیراً، برای اینکه ما تکنولوژیمون رو و فناوری تولیدمون رو و دانش فنیمون رو انتقال بدیم اونجا. محصولاتی که با عصاره گیاهان ساخته میشن و به همین دلیل پزشکان هم در تکمیل پروسه درمان این محصولات رو تجویز میکنن. 33 محصول در 3 خط در این کارخونه تولید میشه. سالانه ما حدوداً 300 تن تولید داریم که سال آینده من فکر میکنم دو برابر خواهد شد. همه محصولات مورد آزمایش قرار میگیره. هر محصولی کوچکترین مشکلی داشته باشه از کارخونه خارج نمیشه. هر خط روزانه 5000 محصول تولید میکنه. تلاش این کارخونه در حوزه پوست و مو و سلامت خانواده است. باید همه تلاش کنیم برای پیشرفت جامعه‌مون و مملکتمون. این شرکت نسبت به سال گذشته 50% ظرفیت تولیدش رو افزایش داده. سبد محصولات این شرکت قراره به 20 محصول دیگه افزایش پیدا کنه. پس ایجاد خط تولید و اشتغالزایی نوید این شرکت برای سال آینده است. سمیه سفری، خبرگزاری صدا و سیما، شهرک کاسپیان، غزه.